سلام و تبریک. تبریک برای چی؟ تبریک به خاطر نماخته شدن سه سیلی همزمان تو گوش سید علی بافور و اکبر کوسه و شیخ فری. بله تو روزای اخیر سه تا قطعنامه علیه آخوندا صادر شد که تا همین جای کار جیغ همشونو در برده. در این قطعنامه به اعدام مجرمان و قاتلان که بخش اصلی آن شامل اعدام قاچاقچیان و قصاص به عنوان حق خصوصی افراد است اعتراض شده. همچنین از آنچه محدودیت در آزادی بیان، شکنجه و تبعیض جنسیتی و قومیتی گفته شده انتقاد شده است. انتقاد شده است؟ خب اگه انتقاد شده است که خیالی نیست. شما هم که دست بردار نیستید و به غلطهای همیشگیتون برای حفظ نظام ادامه میدید. خب اگه اینطوره تمومه دیگه. دیگه جلز و بلز واسه چیه؟ سفیر ایران در سازمان ملل با انتقاد از کانادا و محکوم کردن قطعنامه سیاسی که تحت عنوان حقوق بشر ارائه شده گفت متن قطعنامه شامل اطلاعات گزینش شده با جهتگیری‌های سیاسی و بر اساس شایعات است که به ایران هراسی دامن می‌زند. آقای دهقانی افسود رأی‌گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی در زمانی صورت گرفت که توافق هسته‌ای به سرانجام رسیده است. آها گرفتم. پس شیخ فری از برباد رفتن آرزوهاش میسوزه ها؟ بدبخت فلک زده انتظار داشته به خاطر همون یه چیکه جام زهری که به عظما خورونده الان دنیا بیخیال اعداما بشه و چشمشو به همه آدمکشی‌های اعتدالی ببنده ها؟ این همون چیزیه که دوزاری دل با پسای مخملنگ رو هم انداخته. این قطعنامه نشان داد که غرب خواهان پابرجا نگه داشتن تحریم ها علیه ایران است و امید برخی در داخل به آمریکا و امید به اینکه توافق هسته‌ای گره‌گشاست و رفع تحریم ها را در پی دارد سرابی بیش نیست. منظورش اینه که این همه ضرب بخور و نرمش ذلیلانه بکن و تک زنگ بزن و دیپلماسی اتفاقی را بنداز، بعد آخرش هیچی به هیچی. آخرش طرف حسابا به جای اینکه قربون صدقه شیخ فری برن سه تا قطعنامه تو بغلش انداختن. یکی نقض حقوق بشر تو سوریه، یکی نقض حقوق بشر تو ایران، یکی هم قطعنامه فرانسه در مورد مبارزه با داعش تو عراق و سوریه. این قطعنامه که حمایت قطر و سایر کشورهای عربی، آمریکا و دیگر کشورهای غربی را پشت سر خود داشت، بمباران مواضع تروریست‌ها در سوریه را که به عنوان مخالفان میانه‌رو از آنها نام برده شده محکوم کرده. قطعنامه سعودی‌ها به طور تلویحی به حضور نظامی روسیه در سوریه اشاره کرده، ولی به طور مشخص از ایران و حزب الله لبنان نام برده و خواسته از سوریه خارج شوند. بله این حکایت همون ضرب المثلیه که میگه سگ داند و پین دوست که در انبان چیست. یعنی تو این انبان مبارزه با تروریست نهایه یه چیز قلمب و سلمبه وجود داره که اسمش قیچی کردن بال و پر عظما تو منطقه است. اسمش خراب کردن خاک ریزای منطقه‌ای نظامه. بله بفرمایید که آیا این قطعنامه مجوز دخالت نظامی مثل سوریه رو در افغانستان مثل افغانستان در سوریه فراهم میکنه؟ بله. نگاه کنید قطعنامه که الان تصویب شده قطعنامه سیاسیه، الزام آور نیستش. خب اگه الزام آور نیست پس چرا سماورتون از جوش نمیفته؟ همه موضوع اینه که داستان سیاسیه. همه موضوع اینه که نه تنها کاری از لبخند شیخ فری و تریپ اکبر شاهی کوس بر نیومده، بلکه با این قطعنامه ها راه برای برچیدن کاسه کوزه عظما تو منطقه باز میشه. جلز و بلز واسه اینه، سوز و گداز واسه اینه. تا فردا شب خدا به زمگی.